یکی از ارزش‌های بسیار مهم و با اهمیت در اخلاق اسلامی امانتداریه. ما آیا در زندگی خود با یک فرد امینی هستیم یا نه؟ اگر به یک فرد بگین که تو امینی و امانت داری، شاید که بگه بله من یک فرد امینیم، و اگر مال در نزد ما با عنوان امانت بگذارن، باز من تا جایی که جا داشته باشه کوشش میکنم از او به گونه درست محافظت و مراقبت بکنم و نگذارم کسی برای از او ضرر برسانه. ای پا این ترین و جزئی ترین مفهوم امانته. امانت مفهوم بس وسیع‌تر و شامل‌تر و گسترده‌تر احتوا میکنه. امانتداری در تمام عرصه‌های زندگی انسان و مسلمان مطرح میشه. امانتداری در عرفه و کار گاهی میبینیم دکتر بدون نیاز مریض خودر و بیمار خودر به دکتر دوست خود خود معرفی میکنه تا با این کار با دوست خود خود وفای کرده باشه و به ثروت دوست خود و خود خود چیزی افزوده باشه، و گاهی هم روی نسخه بیمار داروها و دواهایی می نویسه که اصلا هیچ ربطی به صحت و سلامتی مریض نداره. این دقیقا خیانت در امانت. خیانت در امانت در همه عرفاکار هم مطرح میشه. گاهی میبینیم افرادی که وظیفه از اونا ترمیم وسایل امر و نقله که اصطلاحا برای از اونا مشتری میگیم، مشتری خود را مجبور میکنن جهت قطعاتی که اصلا ماشین از اونا نیاز نداره پول بیشتری بپردازه، و شاید که همون قطعات با ماشین از اونا نصب هم نکنه. این خیانت در امانته. ما با این کار در امانت خیانت میکنه. امانتداری در رازداری هم مطرح میشه. انسان و مسلمان باید کوشش بکنه زندگی درونی و داخلی مردم رو به بیرون فاش نکنه. او سخنهایی که یک فرد بر ما زده و بر ما اعتماد کرده، او سخنها رو نباید در جای دیگه فاش بکنه و پخش و نشر بکنه. در حدیثی رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند که هرگاه فردی به شما سخنی گفت و در اثنای همی سخن گفتن چهار طرف خود را نگاه کرد، این سخن در نزد شما امانت، و این سخن ها شما حفظ بکنید و به کس دیگه انتقال نده. گاهی می بینیم افرادی هستند که به هیچ عنوان در رازداری کوشانی هست، هیچ فرق بری از اونا نمی کنه. که یک فرد بری از اونا بگه توی سخنان حفظ بکن یا نکن، کافیه که بری از اونا یک سخن رو بگیم و بعد اون به دیگه مردم انتقال بدن. آیا فکر کردین که امسر شما هم در نزد شما یک امانته؟ و وقتی که بخوای به خانه والدین خود خبره و از پدر و مادر خود خواه حال و احوال بگیره و شما ممانعت بکنین، با این کار خود خود در امانت خیانت کردین؟ اگر رویه نیک و پسندیده با همسر خود خواه ندارین، شما دقیقا در امانت خیانت کردین. در امانت خیانت کردین با این کار خود خواه. اگر گاهی دست خود بر سر همسر خود خواه بلند میکنین، شما در امانت خیانت کردین. به مقابل خانم هم مسئولیت ها و مکلفیت های داره که اونا رو در زندگی باید انجام بده. اگر در انجام همین مسئولیت ها و مکلفیت ها سهلنگاری کرد، باز او هم در امانت خیانت کرده. اگر در تربیت درست فرزندان خود رو کوشا نبود، اگر در بالا بردن فهم و دانش و آگاهی و معرفت فرزندان خود خود زحمت نکشید و بیباک بود، باز او وقت این خانم هم در امانت خیانت کرده. در امانت خیانت کرده. امانت داری
در رفتار و برخورد نیک داشتن با والدین هم مطرح میشه. ما چقدر با والدین خود خو برخورد توأم با انس و الفت و صمیمیت داره، چقدر والدین ما از ما راضی هن. تا حال شده وقتی به اونها سر زدیم از دیدن ما خوشحال شده باشن و از تعامل ما خوشنود و راضی باشن؟ اگر ما رفتار درست با والدین نداشتیم، در امانت خیانت کردیم. امانت داری در تمام عرصه‌های زندگی انسان و مسلمان مطرح میشه. صحت ما در نزد ما یک امانته، بعد به گونه درست از اون محافظت و مراقبت بکنیم. اگر چیزی استفاده میکنیم که به صحت و سلامتی ما ضرر میرسانه، باز او وقت ما در امانت خیانت کرده. اگر دخانیات را استعمال میکنیم، اگر مشروبات را استفاده میکنیم، به چیزهایی میخوانیم که به شدت به بدن ما ضرر میرسانه، ما در امانت خیانت کرده. چشمهای ما به دیدن چی چیزهای مصروف هست، گوشهای ما به شنیدن چی چیزهای مشغول هست و زبان ما در گفتن چی چیزهای مصروف. تمام اینها در حقیقت امانت هست و انسان و مسلمان اگر در راه نیکی از اینا به کار نگرفت و از اینا در راه نادرست و زشت و غیر اخلاقی استفاده کرد، باز او وقت در امانت خیانت کرده، در امانت خیانت کرده. با این کار ذهن و مغز ما هم امانتی هست. ما باید تا جایی که جا داشته باشه از اینها در راه بالا بردن علم و دانش خود رو به کار بگیریم. اگر به کار نگرفتیم و اینا دست ما رفت، ما در امانت خیانت کرده، در امانت خیانت کردیم. امانت داری خیلی مهمه و جایگاه بسیار اساسی در اخلاق اسلامی داره. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در باب اهمیت امانت داری میفرمایند: هر کس امین نباشه و در امانت داری فرد کوشای نباشه، به خیانت بکنه، او فرد دین نداره، او فرد دین نداره. اگر ما در امانت داری کوشا نبودیم و از طرف ما خیانت در امانت صورت گرفت، باز ما ایمان و دین نداریم و چقدر خطرناکه. حتی در جای پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی نشانه های منافقین بیان میکردن، گفتن که یکی از نشانه های منافقین اینه که وقتی امانت در نزد او گذاشته بشه، باز او در امانت خیانت میکنه. اگر ما در امانت خیانت کردیم، شاید که از جمله منافقین هم به حساب بیاییم. به این هم به شدت خطرناک. در جای دیگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند که در روز قیامت امانت و صله رحیم در دو طرف پل صراط قرار می گیره. امانت یک طرف و صله رحیم هم یک طرف دیگه. وقتی که فرد میخواد تیر بشه و گذر بکنه، امانت میپرسه آیا تو حق من ادا کردی یا نه؟ آیا ما انقدر در امانت داری گوشا بودیم که باز او روز جواب قانع کننده ای داشته باشیم؟ بیاییم کوشش بکنیم و زحمت بکشیم تا در تمام این عرصه‌هایی که معرفی شد یک فرد امینی باشیم.